هزار تایی شدنمون مبارک، هزار تایی شدن سابسکرایب های یوتیوب. و امروز یه پست کاملا ویژه داریم. این پست وقتی آپلود بشه احتمال زیاد من ایران باشم و امیدوارم که خیلی ها میدونم منتظر این قسمت بودن و امیدوارم که این قسمت رو تونسته باشم به نحو احسن براتون به اشتراک بذارم و داده هایی که داشتم رو باهاتون شیر کنم. خیلی خیلی خوشحالم از اینکه تونستم تا اینجا در کنارتون باشم، کلی بهتون انرژی بدم و در کنارتون خوشحال باشم و لذت ببرم از آموزش هایی که بهتون میدم و شما هم میبینید. خب همینجور که میدونین طبق قولی که بهتون داده بودم، گفته بودم که هزار تایی که شدیم سابسکرایبامون هزار تا که شد کیف دهان فلزی رو آموزش میدم. این کیف دهان فلزی که بهتون آموزش دادم الگوش برای همه دهان فلزی ها به درد میخوره و میتونین استفاده کنین، فقط یعنی ابعاد و اندازش برای همه الگوهای یعنی برای همه دهان فلزی ها خوبه. فقط حالا تنها تفاوتی که داره این که شما از اولی که استارت کار رو میزنین فقط اون دهانه فلزتون مهم هستش که اون رو بذارین، بعد اندازه و ابعاد بقیه الگوها رو طبق این الگویی که بهتون دادم تنظیم کنین. نشونتونم بدم، این هستش کیف دهانه فلزیمون. اینم باز کنیم داخلش هم ببینین. ببخشید پمپرز بچه توشه چون خیلی بزرگه این کیف، شما اگر دقت کنین خیلی بزرگه این کیف. خودم درست کرده بودم و خب میخواستم با خودم ببرم بیرون و این ورانور دیگه وسائل بچه هم توش جا میگیره. خب ببینید طبق این دهانه من طراحی کردم، اگر دقت کنین دهانه کار من به صورت یه خورده اوریب هستش، این قسمت و این قسمتش. طبق این دهانه من طراحی کردم ولی الگویی که بهتون دادم هیچ فرقی نمیکنه، دهانش راست باشه، دهانش بیزی باشه، دهانش هر چیزی که باشه، شما باید از دهانه شروع کنین به الگو کشی. یعنی شما این دهانه رو میذارین و دور این کار رو میکشین و دیگه بقیه ابعاد، یعنی بقیه ابعاد و اندازه‌ای که بهتون دادم به درد همه کیف ها میخوره. دو تا الگو بیشتر نداره، یکیش اینه که الگو بدنه است که ازش دو تا در میاد. بعد تو این قسمت من آستر کیسه‌ای هم استفاده کردم، یعنی آستری استفاده نکردم که بچسب پشت کار، آستر کیسه‌ای استفاده کردم و تو این قسمت بهتون پیله زدن هم یاد دادم. اینا بهش میگن پیله، این قسمت ها بهش میگن پیله، که من این پیله رو به صفر صفر نرسوندم، یعنی کامل چرا به صفر رسوندم پیله رو. میتونین پیله رو تا اینجا بزنین، میتونین پیله رو مثلا، حالا اون دست خودتونه، هر کسی که آیتم پیله زدن رو بلد باشه خیلی قشنگ میتونه این پیله ها رو قشنگ در بیاره یا هر جوری که دلش میخواد در بیاره. تو این قسمت سه تا تکنیک خیلی مهم بهتون یاد دادم، یکی دهان فلزیه، یکی الگو کشیش هستش و یکی دیگه هم پیله زدن هستش که و آستر کیسه ای هم که حالا قبلا بهتون گفتم ولی تو اینجا هم بهتون میگم، تکرار شده یعنی. و چند تا تکنیک خیلی مهم تو این قسمت بهتون یاد دادم، حتما حتما ویدیو رو تا آخر ببینید. به احتمال زیاد این ویدیو چند تا پارت بشه و مجبور بشم به صورت پارت پارت بذارم براتون و امیدوارم که استفاده کنید و لذت ببرید. خب این پس یه الگومون هست که ازش دو تا رو چرم برش میزنیم و همین، این فقط دو تا دو تا رو چرم برش میزنیم، دو تا هم رو آستر که دیگه بعد میشه من انداختم زیر چرخ و آستر کیسهش کردم. و یکی دیگه هم این موقعی که این الگو رو کشیدین، حالا با هر دهانه فلزی که هست، چون احتمالاً دهانه فلزیتون ابعاد و اندازه رو دهانه فلزیتون بهتون میده که مثلا چقدر بزرگ باشه چقدر کوچیک باشه، ابعاد و اندازه ها رو باید طبق دهانه فلزیتون تنظیم کنین، ولی این الگویی که بهتون دادم به درد همه دهانه فلزی ها میخوره. موقعی هم که میخواین تبله کار رو اندازه بگیرید از این گوشه متر میزنین تا این گوشه، متر رو که زدین بهتون یه همچین حالتی میده
یه همچین حالتی رو بهتون میده که من کامل بهتون گفتم این رو چجوری در آوردم، چجوری کشیده شده و اینا، همه چیز بهتون گفتم که این رو هم باز باید با تنظیم دهانه فلزیتون چک کنین این قسمت. خب اینم از تبلمون، پس این دو تا قطعه بیشتر نده. برای این تبله یه دونه رو چرم برش میزنین، یه دونه هم رو آستر، که آستر دیگه با اون بدنه ها چرخ میشه که میشه آستر کیسه ای. و یه چیز دیگه که هست، چرمی که استفاده میکنین تا تیکه نیفته توش، یعنی این کف کار تیکه نندازین تو کار، چون کیف دهان فلزی به هیچ عنوان نباید تیکه بخوره کف کار. حتما سعی کنین که به هم چسبیده باشه و چیز داشته باشه، یعنی کف کار تیکه نیفته توش. حتما یه تیکه برش بزنین کار رو. اگر میخواین رو چرمی هم کار کنین که چیز کافی ندارین، اندازه کافی ندارین، سعی کنین رو اون چرم کار نکنین و روی چرمی کار کنین که متراژ بلند داشته باشین و بتونین کفی رو قشنگ و راحت در بیارین. اینم از این قسمت. امیدوارم که همه چیز رو کامل توضیح داده باشم، ولی اگر جایی کم و کاستی بود یا سوال و شک و شبهه چیزی براتون پیش اومد، حتما برام کامنت کنید، من به تک تک کامنت ها جواب میدم. بریم که ادامه ویدیو رو ببینیم. سابسکرایبتون نره، همینجور که من به شما انرژی مثبت میدم، شما این انرژی مثبت رو به من برگردونید. کانال یوتیوب من یه کانال نوپا هستش و واقعا به نگاه های زیباتون نیاز داره. واقعا میبینم چقدر به من انرژی برمیگرده تو این کانال و کلی هم دوستای خیلی خوب پیدا کردم از این طریق. امیدوارم که موفق و معید باشین. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا یار نگه دارم. خب این دهان فلزی که من میخوام بهتون آموزش بدم به این صورت هستش. دهان فلزیش صاف نیست، این دو بغلی خورده حالت کجی مانند داره و این الگویی که میخوام بهتون بدم تقریبا تو همه کیف‌های دهان فلزی میتونین استفاده کنین، فقط به این دهانه فلزتون بستگی داره. خب من این دهانه فلز رو میذارم و اینجا یه کار، یه یعنی ماکت این رو انتقال ماکت این قسمت رو که انتقال دادیم رو کار که حالا به این حالت هست، تقریبا اینجا 20 سانتی متره، تقریبا که نه حتما 20 سانتی متره. و اینکه حالا این دهان فلزیمون رو فعلا می‌ذاریم کنار. وسط این کار رو جدا میکنیم که همون میشه گفت تقریبا 20.5 سانتی متر هست. خب که میشه تقریبا 10.2 یه همچین جایی میشه. خب آره 20.5 اینجا، اینجا بلنده اینجا 20.5 هست. طبق دهان فلزیتون هر اندازه‌ای که بود باید نصف کنیم کار رو. از این وسط کار 24 سانتی متر میایم پایین. 24 سانتی متر که اومدیم پایین، وسط کار رو جدا میکنیم که میشه اینجا 12، یعنی 12 سانتی متر اینور، 12 سانتی متر اینور، که از اینجا دو تا 14 سانتی متر میکشیم که میشه 28. ترجیحاً سعی کنین خطتون رو صاف بکشین، کج و معوج نداشته باشه. خب اینجا میشه 14 سانتی متر، اینجا میشه 14 سانتی متر. خب از این نقطه این گوشه وصل میکنیم به اینجای کار، از این نقطه این بالا وصل میکنیم به گوشه این 14 سانتی متر، بازم از نقطه اینجا وصل میکنیم به گوشه 14 سانتی متر و این رو امتداد میدیم به پایین، امتداد میدیم به پایین و یه خط 24 سانتی متری هم این پایین پایین میکشیم و باز از همین قسمت هم
خب اینجا هم میشه 12 سانتی متر، اینجا هم میشه 12 سانتی متر. خب از روی این خطی که اینجا وصل کردیم، روی این خط وسط کار رو جدا میکنیم، این تقریبا 14 سانتی متر باید باشه. بازم میگم این ابعاد و اندازه‌ای که من دارم بهتون میدم همش به دهان فلزیتون بستگی داره. میتونین بزرگتر بگیرین، میتونین کوچیکتر بگیرین، میتونین هر ابعادی که میخواین بگیرین. خب اینجا 14 سانتی متره که وسطش میشه 7، یعنی اینجا الان 7 سانتی متر، 7 سانتی متر. خب از این قسمت هم همون 7 سانتی متر رو جدا میکنیم. از این 7 سانتی متر یه خط 1 سانت و نیمی میکشیم، اینجا میشه 1 سانت و نیم، و باز از همین قسمت هم 1 سانت و نیم یه خط راست میکشیم، 1 سانت و نیم. خب روی این خط، روی این خط پایینی من 4 سانتی متر جدا میکنم، 4 سانتی متر اینجا، یعنی میخوام اینجا یه نیم دایره بزنم، نیم دایره 4 رو میخوام بزنم، و اینجا هم 4 سانتی متر که بنویسم، 4 سانتی متر، 4 سانتی متر. خب حالا از این قسمت، از همین گوشه کار، از همین جای کار یه نیم دایره وصل میکنیم، میخوایم این رو تبدیل به منحنی کنیم. از اینجا رد میشه، من یه تیکه کاغذ اینو بذاریم بکنمش یه سانتی متر اینجا، چون یه سانتی متر اینجا به من جواب میده. میتونین یک و نیم بگیرین، یه سانت هم بگیرین، فرقی نمیکنه، چون من نمیخوام کاغذ زیاد چیز کنم. به این صورت میاد. خب بعد اینم اینجا منحنی میدیم، منحنی 4 رو میتونیم با این گردکن هم بکشیم، این منحنی 4 رو با گردکن هم میتونیم بکشیم که امتداد میدیم این 4 رو که وصل بشه به اینجا. این از یه طرفمون، این از یه طرف دیگه، و باز از همین قسمت این رو ادامه میدیم که بیاد برسه به این منحنی. این قسمت وصل میشه به اینجا ها، به این 14 سانتی متر. حالا من این بر رو اشتباه کشیدم، ولی وصل میشه به این 14 سانتی متره که اینجوری صاف میاد این قسمت، یعنی از این نقطه وصل میکنیم به همون نقطه اولی که مشخص کردیم رو خط این 14 سانتی متر. خب این رو زدیم. حالا چون میخوام این نیم دایره رو هم ادامه بدم، این 1 سانتی متری هم اینجا میام پایین از کف این چیزه 24، اینو به این صورت نیم دایرهش میکنم اینجوره، این نیم دایره 4 رو ادامه میدیم اینجا کاملا نیم دایره بشه. خب حالا میخوام پیله ها رو بهتون بگم. برای کشیدن پیله شما هر اندازهی که میخوایی میتونین بدین، میتونین پیله رو به صفر برسونین، میتونین پیله رو این وسط قطع کنین، یعنی این برش رو اینجوری بزنین. پیله رو خیلی کارها میتونین انجام بدین باهاش، ولی خب حالا من اینجا چون اینجا 28 سانتیمتره 3 تا 7 تا گرفتم، یعنی الان این 14 رو نصف کردم شده 7، 14 این ور رو هم نصف کردم شده 7،
این پایین رو هم جدا کنیم رو خطا. خب این رو ادامه میدین، امتداد میدین، اینجا کامل میکشین خط رو تا بالا. فرمی رو که کشیدیم با قیچی میچینیم دور تا دور کار رو. حالا من در میارم ببین فرم کار به چه صورت هست. این رو که بریدیم، این خطایی که کشیدیم رو بعد تا آخر ببریم. این الان جای پیله هامون رو میخوایم مشخص کنیم، پس از همین اول شروع میکنیم، از همین ابتدا. ببینین این الان جای پیله هامون هست که این بعد بچسبه روی کار دیگه، که ترجیحاً سعی کنین مقوا باشه. حالا من مقوا الان اینجا ندارم، ولی دیگه فرم کلیه کار و آخر سر بهتون نشون میدم. رو همین کاغذ میزنیم. من خط وسط این کاغذ رو در نظر میگیرم، حالا برای مثلا خط راست اون چیزی که میخوام، و این خطم رو میذارم اینجای کار. خب و اینجای کار رو من چسب میزنم، اینجای کار رو من چسب میزنم که این تکون نخوره. خب پیله هاتون رو هر اندازهی که میخواییم بگیرین بعد رو اینجا الان تنظیم کنین. خب من اندازهی که گرفتم 3 هستش، یعنی تو این ویدیویی که حالا در امتداد بهتون آموزش میدم 3 هستش. یعنی چی؟ یعنی فاصله اینجا تا اینجا رو من 3 گرفتم. پس خطکش میذارین، خطکش که گذاشتین این فاصله رو میرسونین به 3. حالا من اگر این خط وسطم باشه میشه اینجا که من اینجا رو چسب میزنم، این یه طرف کارم و اینم یه طرف کار دیگه، و اینجا رو کیپ میکنم که این بچسبه. خب این الان یکی از زاویه پیله هام هستش، و پیله بعدی رو هم همینجور به این صورت این رو باز میکنم اینجا که اینجا بشه 3 سانتی متر. ببین فاصله اینجا بشه 3 سانتی متر. این سایز پیله ها دست خودتونه، هر سایزی که میخواین پیلتون مثلا ظریف‌تر باشه سایز رو کوچیک‌تر بگیریم، مثلا سایز اینجا، مثلا اینجا رو بگیرین 1.5-2. اگر میخواین پیلتون مثلا بزرگ باشه خودش رو بیشتر نشون بده، مثلا خب بزرگتر بگیرید. این سایز پیلتون رو مشخص میکنه و همینجور این ورم همین کار رو میکنیم. این کار رو که کردیم، حالا از این قسمت 2 سانتی نیم میایم پایین اینجا. حالا من چشمی دارم کار میکنم، 2 سانتی نیم از اینجا میایم پایین، 2 سانتی نیم. خب امتداد این منحنی رو اینجا باید ادامه بدیم که برسه به این خطه، که این منحنی، این کیفتون پایینش منحنی خوبی رو بگیره. اینجور که ادامه دادین قسمت بالا هم همینجور. قسمت این کارو که کردین در نهایت کارتون میشه این یه همچین چیزی،
که وقتی موقعی که حالا تو ادامه ویدیو بهتون گفتم این پیله ها به این صورت میاد رو هم دیگه، به این صورت و وسط هم اینجوری میشه و این ورم اینجوری میشه. این پیله ها دست خودتونه که چه مثلا میتونین رو ماکت تست کنین که آقا مثلا من همچین پیله ای میخوام، یا مثلا چه میدونم بزرگتر میخوام، مثلا پیله از اینجا میخوام باشه که مثلا این بشه اینجوری تر بسته تر. اینا دست خودتونه، این ابعاد و اندازه ای که اینجا به کار میدین. پس متر زدیم شد 79 که تقسیم بر 2 بکنیم میشه 39.5. یعنی ما الان یه تبله میخواییم به بلنده 39.5. خب که اولین کاری که باید انجام بدیم برای تبله، عرض اینجا یه کار رو میگیریم از این نقطه تا این نقطه دهان فلزیمون که ببینیم اینجا چند سانتی متر هست. پهنای تبلمون بستگی به اندازه اینجا داره. خب اینجا زده 12 سانتی متر. آره اینجا زده 12 سانتی متر. خب پس پهنای تبلمون 12 سانتی متر. پس یه ببینیم اینجا 39 میده بهم. آره بهم یه بلندا میزنیم به 12 در 39 39.5 در واقع اینجا 30 سانتی مترش. من چیزم جا نداره، برگم جا نداره، دارم دوتا تیکه میکشم و این باید در اصل بشه یه تیکه. یعنی شما در آخر سر این دوتا تیکه ها رو به هم دیگه میچسبونین که بشه یه تیکه. بهتون نشون میدم حالا منظورم چجوری هست. خب میایم وسط این کار رو جدا میکنیم، یعنی وسط 12 میشه 6. خب بعد بلندای اینجا رو میگیریم، بلندای این قسمت، بلندای این قسمت هم 6 سانتی متر هست که حالا من با اون با این کوچولو اگر حساب کنیم میشه 7 سانتی متر. چون تو نهایی کار شما وقتی دارین کار رو میندازین تو این قسمت ها باید 1 سانتی که اینجا اضافه کردین رو بچینین، یعنی یه قیچی بندازین تو کار که اینجای این قسمت کار راحت تو کار قرار بگیره. خب پس اینجا 6 سانتی متره، ما هم 6 سانتی متر میایم پایین، ببخشید 7 سانتی متر میایم پایین. خب این 7 سانتی متر که اومدیم پایین، از این قسمت به این صورت نیم دایره میزنیم. حالا این نیم دایره میتونه دلخواه باشه، میتونه اینجوری بازتر باشه، میتونه بسته تر باشه، این دیگه دست خودتون. فقط اینجا رو باید یه نیم دایره هلال بزنین از این قسمت تا این قسمت. حالا این خب در نهایی کار کارتون میشه یه همچین چیزی. ببین من هم این دو تا تیکه در آوردم و مقوا که این ته این کار رو چسبوندم به هم. پس از این کار، یعنی اندازه، اگر مقواتون جا نداره، اگر مقواتون جا داره که همون 79 رو یک دست بگیرین، یعنی 79 رو کامل بگیرین. ولی اگر مثلا الگوتون جا نداره و مثلا در حد همین هست، دو تا 39.5 در پهنای در 12 در بیارین که این بلنده اینجا هم شو 7 سانتی متر که بسته به اینجای کارتون هست. این قسمت از کار، یعنی بلنده اینجا رو میگیرین شما دوستان. و این رو در میارین که بهتون یه همچین حالتی رو میده، یه کوچولو اینجا رو یه هلال کوچولو بندازین. و اینم از الگو، امیدوارم الگو رو خوب در بیارین و بتونین با من اجرا کنین کار رو. ولی بهتون بگم این الگویی که من بهتون دادم طبق دهانتون براتون توضیح دادم، طبق دهانتون هر جوری که میخواین، یعنی این الگو رو میتونین رو همه مدل دهان فلزی ها طراحی کنین، میتونین ساده طراحی کنین، میتونین تردارم طراحی کنین که روش پیله زدن هم بهتون گفتم، میتونین پیله نزنین، به جاش همین جور ساده که بود استفاده کنین. ولی خب نهایی کار خیلی قشنگ میشه با پیله دوز. این پیله ها رو هم میتونین بیشتر کنین،
همین تکنیکی که بهتون یاد دادم میتونین با اون این تکنیک این پیله ها رو هم بیشتر کنین، مثلا تعداد پیله هاتون بیشتر باشه. امیدوارم از این آموزش هم لذت برده باشین. با ادامه ویدیو با من همراه باشین. خدایا رو نگهدارتون.